خب درود بر دوستان ادوند دوستانی که تازه ما پیوستند امیدوارم که همگی تندرست باشید این هفته هم در پیشگاه استاد هلمند اربابی گرامی هستیم با پرداختن به پسرو انو شهروان شهریار خردگرا آبادگر و دادگر بخش یکم البته استاد هلمند درود دوباره و گویان پیشگاه شما خواهش میکنم بفرمید می ستاییم فر ایران فر بر جاوند میهن فر خاک پاک ایران می فر نیکو مردمان فر مردان و زنان می ستاییم فر نیکو شهریاران فر فرزانگان فر, فر دانشوران می ستاییم پارسی فر پارسی این کهن شهسوار سوار روزگاران درودهای بسیار گرم به شما گرامیان گفتارمون رو پیرامون خسرو انو شهروان یا خسرو به یکم شهریار خردگر آبادگر و دادگر می آغازیم و پی میگیریم این نامه که من برای واجه هایی که من برای خسرو خسرو به یکم انو شهروان اینجا گذاشتم همه اینها باید پرداخته بشه همه اینها در گفتاری که داریم با همدیگر این رو پی میگیریم <applause> چرا آبادگر هست چرا خردگر هست و چرا دادگر هست و من میخوام که در پیوند با خسرو خسرو یکم انو شهروان اگر بشود گفتارهای بیشتری داشته باشیم و بدرنگیم هیچ شتابی نیست در اینکه چهره بسیار شکوهمندی این شهریار رو ما نشناسیم شتابی نیست می توانیم بیشتر بمانیم ما خودم و دوستان من در این همایش یا در این حزبی که دوستان دارن برنامه رو از اون رو پخش میشه یا گسترانده میشه در پی شهریاران الگو هستیم یا کشورداران الگو هستیم در نگاه من خسرو انوش شه، شهروان یا خسرو یکم ساسانی دست کم در دستگاه ساسانیان اگر نگوییم بهترین شهریار بوده است یکی از اون چند <تصفح> بهترین شهریاران بوده است هر کدوم از اینها کارهایی کردن و هر کدوم از اون کاراشون شکوهمند بوده خسرو به ای یکم هم یک آغازی دیگر زمانی است یه بازی دیگر زمانی است یا یک پردایم دیگر زمانی است که با آمدن او می آغازد در این گفتار ما اینکه چگونه خسرو و شهروان به پادشاهی میرسه جای سخن هست اونجا نشتم داغی اندیشه های برابر و مردمی در این بار سخن میگم و سخن میگم که قواد یکم پیشتاز اندیشه برابری و بهتر زیستن مردم و درباره اندیز اندرزهای خسرو انو شهروان داد و آبادانی و آسایش برای مردم و نیز در گفتارهای دیگه شاید بشود خسرو انو شهروان شهریار دادگر و آبادگری بزرگ و ماندگار در تاریخ اینا رو من بخش از این سخنان شاید بازگفت باشد یا بازپرداخت باشد جا دارد که بشود بیشتر هم مند روش و بخش نخست سخنمون رو روزگار آغاز پادشاهی خسرو یکم انو شهروان چه روزگاری بوده است پیش از این گفتم که پس از شکست پیروز و سپس آمدن بلاش و سپس پس از اون آمدن قبادی کم گفتیم که چه،, چه, چه, در اون روزگار تاریخ ایران پیش اومد و شکستی که ایرانیان برای نخستین بار آن هم شهریار پیروز کشته بشه در جنگ با هپتالیان یک رویداد سادی نبود بسیار دشوار بود و جا هم برای شاهان ساسانی سخت بود زیرا که آنان نمیخواستند که از خودشون یک چهره شکست پذیری بنمایند بلکه همواره در این بودند که آنان همواره پیروزند و شکست ناپذیرند بیگمان شکست پذیری در برای شهریاری پیامدهای خوبی نخواهد داشت هم برای سامانه کشورداری شهریاری ساسانی و همین که کسانی که بیرون از دستگاه بودند در پی هنگامه‌ای بودند درزی شکافی پارگی ببینند و از اون درون و شوند در دستگاه ساسانی دو دسته بودن یه دسته بودن که میخواستن که کاووس یا کیوس به پادشاهی برسه برادر بزرگترش و شد ولی او رو از تخت آوردنش پایین و دگر, دگر بار در یک جنگی که هپتالیان یا جنگی که در ترکان از اون بخشی است یکی از میکروفون باز دوستانگی اگه میشون ببندین سر برداشتن و این سربرشورش به جنگ انجامید که کاوس در این جنگ همراه برادرش شد و شکست داد آنها را دوباره برگردان غزنین رو غزنین یا کابل که نزدیک کابل هست اکنون یکی از اون پایگاه بوده است که ترکان یا هپتالیان در اونجا در زمان ساسانیان پایگاه داشتند و همین قزنین که در زمان ساسانیان هبتالان یکی از پایگاه های بزرگشون بود این زمینی هم شد که پس از آن که قزنویان نیست به قدرت برسند به فرمان روایی برسند این شهر رو برگزینند زیرا که زمینه پادشاهان ترک توار، اگر چون ترک توار هم نمی شود گفت به هبتالیان ولی زمینی بوده است که در گذشته قزنین یا گزنین جایگاه شهریاران بوده است یا شهریاران کوچک بوده و دوباره اونجا برگزیده میشه این شهر رو برمیگردونه به پادشاهی ساسانی پس از این که برمیگردونن این بخش رو و پیروز هم هستند پیروز هم هستند در بخش در برگشتن از این پیروزی کاوس دوباره سر برشورش بر شورش در برای برادرش میسته و یه جنگ میآغازه در این جنگ او شکست میخوره چون به هر روی زمان پادشاه پتشخارگر خارگر بود است بخش شمال ایران که از گرگان می آغازید و میرفت تا میرفت تا نزدیک های ری اونجا را پتش کارگر می گفتن. این بخش از گیتاشناسی ایرانی کم و بیش می شد ولی اینجا را پتش می گفتن. یکی از سرزمین های بزرگ ایران بود کسی که شهریار پتش پارگر می این می توانست جانشین جانشین شهریار چیره باشه در تاریخ ایران برخی از سرزمین ها اگر کسی در اون پادشاه میشد، جا داشت که پس از اون شاه شا... شا... بشود شاه بزرگ بشه شاه بشه یکی از این سرزمین ها گذارم پتش خارگر هست سرزمین دیگر مرو سرزمین دیگر سیستان هست سرزمین دیگر آذربایجان هست یا سرزمین اینها که زمانی که یک کسی شهریار بود و شاهزاده شه... ش... جانشین شهریار یکی از اینها میشد یا بر این نمونه کاووس شهریار پادشاه پتش پارگر بود در زمانی که پدرش کیکوات شهریار بود اونجا گذاشته بود و پندار همه هم بود که این پس از مرگ پدر پادشاه بشه ولی قباد او رو بر نگذید و او رو گذاشت که خسروی یکم شاه بشه و یه بخش هم گذاشته بود که دربار هم در این بار دست ببره که دربار بیشتر به سود به سود خسروی یکم رای داد اگرچه بخشی هم به که به کاووس رای دادن به هر روی این کمی درباره کاووس گفتم یه تیکه بد نیست که نه بدونید که کاووس پیرو مزدک بود و از جنبش مزدکی پشتیبانی می کرد ولی خسرو نه اینکه با اون اندیشه های مزدک در سر ستیز داشت بلکه با آن شیوه کاری که مزدک پیش گرفته بود که جامعه رو با آشوب و آشفتگی میکشوند سر ناسازگار داشت دو تا, دو, تا دو تا شیوه بود که در نگاه من هم کاووس و هم خسرو یکم با خود نگاه ها دشواری نداشت اون بخش های اجتماعی دشواری نداشتن بلکه اون شیوه کاری که زمینی آشوب شد و کشور به جون هم افتاد هر چی هر کی شد هر کی هر کی شد با اون ناسازگار بود اینا یادم رفت که بگم که خسرو کاووس پس از آن که شکست خورد او رو به دادگاه میکشونند و در دادگاه دو تا گزینه جلو پایش میگذارند یا پوزش بخواهد و بخشیده شود یا اگر پوزش نخواهد کشته شود و بهش میگن کده که از این رو برمی‌گزه بردنش تیسفون یا تیسپهون بردنش و در اونجا گفتن که دادگاهی که در تیسپهون برگزار شد فرمان به این داد که شاهزاده دو تا گزینه دارد یا پوزش بخواهد و بخشیده شود یا پوزش نخواهد و کشته شود او گفت که کشته شود چه پوزش نمیخوام مرگ رو پذیرفت و در اینجا خسرو یکم بسیار فرمان اون نبود دیگه فرمان دادگاه بود دیگه کاری به خسرو نداشت و خسرو تاج و تخت را نفرین می کند برای نخستین بار ما می بینیم که در زمان ساسانیان شهریار می نفریند تاج و تخت را و می گوید که نابود با تاج و تخت که برای تاج و تخت برادر من برادرش بوده دیگه که برادر من چونین گزینی داشته باشد, داشته باشد و سرانجام بمیرد باریم کاووس گراش به مزدکی داشت و خسرو کم گراش به مزدکی نداشت نه که با اندیشاش بلکه با اون شیوش بود و برای همین مر... موبدان بیشتر سمت خسرو رو گرفتن کسانی هم بودن که سمت کاووس رو گرفتن این دو دستگی در دربار سخن از بسیاری دارد که میشود شود بهش اندیشید و درنگید و هر رو این همیشه در دربار یک دست نبوده و شهریارانی که در دربار میتونستند همه را با خودشون همراه بکنند بسیار باید آدم های توانایی باشند در چندین میدان یکی در خرد باید توانا باشند دانشمند دانشور باشند یکی دیگر در داد و دهش باید توانا باشند یکی در دهش که من میگویم این دوتا رو من باز کنم براتون دوستان داد اون سامانه ای هست که هر چیزی به حق به حق دار برسد هر حقی به حق دار برسه و هر کسی که هران اندازه کار می کند پاداش خیش را بگیرد بیان که مزد او کار او زیر پا نهاده شود این رو داد گویند و سامانه دادگری هم از این میاد و دادستان یا داد دادستان هم که ما میگوییم از این برمیاد که اونجا نهادی باشند که اگر داد کسی حق کسی،, کسی زیر پا نهاده بشه این برگردانده بشه این داد و بازم بد نیست که بدونیم که نخستین این من را پرداته میگفتن یا پیشداد میگفتن یا همون شهریارانی که برداد بودن ولی بسیار کوهن پیشین بودن پیشدادیان یا پیشدادان بعد نیست که هم بدونید که فرهنگ ما چگونه به پدیده داد می نگرد و ما می بینیم در زمان امرو شهروان این بسیار برجسته تر می شه و این نام دادگرم به خودش می گیره گفتم کمی درباره این و میریم سراغ این تیکی تیکی میریم جلو درباره کابوس گفتم که کابوس که و گفتم که برادرش نفرین میکنه مرگ رو با تخت رو و این نخستین بارم دلش هم میگیره یکی از این, این تیکه رو بمانیم با همدیگه دیگه دوستان یکی از اندیشه های بسیار داغی که در زمان در زمان کواد کواد یکم پیش اومد همین اندیشه نوگرایی یا زندیکی برابری خواهی بود اندیشه زندیکی که سپس زندیق یا زندیق ازش یاد می کنند یک نوگرایان بودند در دو هفته پیش هم گفتم اینا نوگرایان بودند یا رفارمیست های دینی بودند و می که دگرگونی های پدید بیارن از مانی گرفته که یک نگاه تازه ای انداخت یا به سخن دیگر مانی اومد اون اندیشه زربنیسم رو که بسیار کوهن بود دوباره برد بالا و این اندیشه زربانیسم در همه زمان ساسانیان بود و بسیاری از مزدک بسیار زرتشتیان به گونه زربانی بودند و این زربانی کی بودند کمی با اون زربانی مانیکی یا مانیی دور بود. یکی دور بودند کمی از هم دیگه ولی به هر روی در 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 زمان ساسانیان چندین گونه ما مزدای اسنیک داشتیم یا مزدای اسنایی داشتیم یکیش همین زروانی بود که بخشش میره به مانی یه بخش دیگهش هم که اینا درگیری گفتگویی که با هم دیگه داشتن همون اندیشه سنتی مزدای اسنایی ولی با پوشش بیشتر زروانی اینو رو بشه در یک زمانهای دیگر من بیشتر بگوشم براتون <تص> و نوگرایی که در این زمان قواد پیش اومد یا قواد پیش اومد برابری خواهی بود برابری خواهی این بود که این همه سرمایه و سرود یه جو انباشته نشه و این بخش بشه و پخش بشه این سخن بیشتر در جامعه شهری بود تا در جامعه روستایی بود مگر اینکه روستاهای بزرگی بودن و کسانی هم بودند که در جامعه بهگانی با این اندیشه همراه بودن که بشکنیم این نابرابری رو و بخش کنیم دارایی ها رو میان مردم و در نگاه من این کواد هست که نخستین کسی که دست به این کار میزنه و چون کارش کامیاب نمیشه به پسرش میسپاره گفتم که این فرنگ شهری بود در این جنبش ها همیشه در فرنگ شهری پدید میاد فرنگ روستایی بسیار کم تو این میدون میان زیرا که روستاها پراکنده هستند و هر روستای خودش میچرخونه خود خودگردان هست ولی شهر یه ساختار بسته داره ساختار گستره تری داره و نخستین جنبش اجتماعی ما هم که میگیم کاوه هست اون هم در یه سامانه شهری پدید اومد تا یه سامانه روستایی چون روستاهای ما این توان را ندارند چونی می نماید که در زمان کواد شهرهای ایران بسیار بزرگتر میشن شمار شهرها بسیار بیشتر میشه در شهرها نهادهای گوناگون پیشوری پدید میاد کارگاه های گوناگون پدید میان، و زندگی شهری که ما در در زمان کواد داریم تا از زمان پایانه اشکانیان بسیار دور میشه و خود ساسانیان هم بسیار دوست داشتن شهر بسازن شهرسازی رو گسترش دادن در زمان ساسانیان و زمان به زمان انو شهروان که می‌رسیم یه زمانیه که شمار شهرهای ایران بسیار بیشتره و شهرهای بزرگ ایران هم داریم اون بسیار بزرگ است یه شهریست که هفت هشت و شهر هم بهش چسبیده هستن بر همین بهش میگن شهرها ازش یاد میکنن که به زبان عرب عرب میگن مداین هفت شهر داشتیم بله این و در همین راستا خب باید فرهنگ پیشرفته باشه آموزش در شهر پدید اومده و شهر یه چیزی مانند شهرهایی که در اروپا داریم تو سده 15 و 16 ما در سده 4 و 5 میلادی داریم در ایران شهرهایی از این گونه با این توانمندی برای اینکه چرا در شهرهایی که در زمان ساسانیان اونقدر پیشرفت میکنن که خودشون را حتی شهرهای صدای 15 -16 اروپا هم جلوتر میزنن میبینیم که جا تاریخ یک راه دیگی رو پیش میگیره میبین در اینجا ما دانشگاه ها کم کم پدید میان آموزشگاه های بزرگ پدید میان در اروپا هم پدید میامده و آموز آموزگاهشون بسیار دینی بود بسیار دینی بود ولی آموزشگاهی دینی آموزشگاهی که در ایران بود برای نمونه گندی شاپور که گونههایی از گندی شاپور در دیگر جا هم داشتیم ولی خب اون گندی شاپور نقش برجسته داشت بعدین دیگر شهرهای بزرگ ایران هم از این گونه ها داشتیم در مرو در ری داشتیم در بلخ در سیستان داشتیم اینها رو ما با بگیم که سامانه شهری در زمانه پیش از این که حتی انو شیروان پیش بیاد، انو شهروان پیش بیاد بسیار پیش رفت و برای همین این جنبش نو، نوگرایی در ایران پدید میاد که در اینجا این جنبش نوگرایی بیشتر از این که بار فرهنگی و بهزیستی داشته باشه بار دینی کمتر داره، بسیار کمتر دین خب به هر روی بوده اونجا، دین بخشی از فرهنگ بوده ولی ستیز دینی در کار نبوده که این جنبش بیاد کدام دین برتر از کدام دین پستر از چونی نبوده بلکه این جنبش بیشتر از هر چیزی بر روی این که مردم زندگی بهتری داشته باشن آسایش بیشتری داشته باشن این اینها رو اینجا بیشتر بمونیم برای ما اینها بسیار سخن داره من میرم سراغ بخش دویم گفته بودم که کواده یکم پیشتاز اندیشه برابری و بهتر زیستن است یا بهزی هست خسرو یکم او رو برمیگزینه ببخشید کواد خسرو یکم رو به جای کاووس برمیگزینه چرا با اینکه کاووس بسیار گرایش داشت به مزدکی ولی او میپنداش که کاووس این توانمندی رو نداره و او رو خودش هم نگاشت برای این کون جانشین بشه اگرچه کاووس برشورید ولی گذاشتنش کنار ولی خود که کی،, کی کواد هم یا کواد یکم هم نگاهش روی خسرو یکم بود گفتم که میدونست که خسرو توانایی بیشتر از کو برای همین او رو برگزیده براتون یک کمی از شاهنامه میخونم که نگاه فردوسی در این باره هم بعد نیست که بدونیم خصوصانی که تو شاهنامه هستن من از بخش پادشاهی و شهروان بیت های 66 7 اینجا هست بهره زکش و درود نرست از کس پیش از این نابسود سی یک بود یا چار یک شاه قباد آمد و ده یک راه یه تا پیش از این که قباد بر سر کار بیاد یا سه یک اون کشاورزی به شهریار میرسید چار یک یا چارکش یا سه یا چارک میرسید به شهریار ولی کوات کومت ده یکش رسید به شهریار خب این یک دگرگونی بسیار بزرگی است که شما از ده کیلو ده من گندم یک من میاد به شاه نه من برای اون کشاورز میمونه این کجا هست اینکه شما از سه من گندم که در بیاری یک من برای شو از دو من برای تویه خب کشاور زندگی بسیار خوشتری پیدا میکنه و این اون این اندیشه هایی هست که گره میخوره با اندیشه مزدک و گره میخوره با اندیشه خود کوات هم سه یک بود یا چار یک شا کواد آمد و ده یک آورد را ده یک رو گذاشت به جای سه یک ده یک بران بود که کمتر کند ببین چقدر زیبا هستا حتی میخواست کمتر بکن از ده یک رو پونزه یک بیس یک بکنه سه ده یک بران بود که کمتر کند بکوشد که کهتر چو مهتر کند کهتر میدونی که کوچیکتر است اون را هم چون یک مهتری بیاردش بالا شهریار دیدیم چون این اندیشه داره و این اندیشه رو بیگمان از مزدک میگیره ولی خودش هم همراه هست با این اندیشه زده یک بران بات کمتر کند بکوشد که کهتر چومهتر کند زمانه ندادش بران بر درنگ به دریا بسیمن مشو بر نهنگ اون به دریا بسی من مش و برنهنگ سخن است از آن فردوسی است که به هر روی این نمیشه چون پیرامونمون ما نهنگ های فراوانی هستن همینجا هم یه بار دیگه بگم در زبان فردوسی نهنگ جانور خوبی نیست پلنگ جانور خوبیه شیر جانور خوبیه ولی به نهنگ که میرسه جانور بدی هست و ازش میگذره براتون خوندم زده یک برام بود کمتر کنند بکوشد که کهتر چو مهتر کنن زمان ندادش بران بردرنگ به دریا بسی مشو بر نهنگ به خسرو رسید آن سزاوار تاج ببخشید بر جایی ده یک خراج زمانی اینم بگم که زمانی هم که خسرو هم بر سر کار اومد این هم همین کار پدر رو کرد و یه جاهایی هم میبخشید حتی ده یک را هم میبخشید تا زندگی رو به یک بهتری برسونم چون من یک کمی از نگاه اقتصادی جامعه شناسی هم بگم بیگمان جامعه اگر مردم اگر بدانند که بر این باشند که هر چی بیشتر کار بکنن بهره بیشتری گیرشون میاد و از اون کار درآمدی بیشتری خواهند داشت بیشتر برانگیخته میشوند تا کار کنند تا بکوشند و بکارند تا اینکه اگر بدانند که نه از این هر که درمین کمی به اونها میرسه بیشترش میره سراغ او آقا میره سراغ ارباب میره و اندکی براش میونه میتونه این دستاوردهای خوبی نداشته باشه مردم از بام تا شام کار بکنن جایی برای آسایش نداشته باشن و تنها بپردازن خب این جامعه پیشرفت نمی کند رشد نمی کند پیش نمی رود و ما میبینیم این رو زمینش شد که جامعه زمان کواد بسیار پیشرفت کنه بسیار خوب بشه مردم زندگی بسیار خوبی داشته باشن این از اون نکته است که دانستنش بسیار بجا هست و پسرش هم کومد همین کار کرد اون الگویی رو که کواد یک گذاشت در جامعه ایران پسرش انجام داد دریافت مردم دریافت توده های مردم اینه که همه اینها رو ما توی کیسه خسرو یکم انو شهروان میریزن این درست نیسته این بسیار از کارها رو خود کواد یکم انجام داد آنچه را که نرسید بکند به پسرش سپرد خسرو یکم کار و خسرو یکم چون از دیگه پنجاه سال شهریار بود چرا هر سال شهریار بود در این بازی زمانی بلند دستش باز بود گشوده بود که بسیار آبادانی بیافریند اگرچه جنگ های چندی هم داشت در همین جنگ هم پیروز بود به هر روی بخت هم یار خسرو یکم بود خودش هم دلاور بود بود نترس بود و میرفت تو جنگ خود تو جنگ ها بود و فرمانده جنگ های بود در جاهایی همه اینها به سود خسرو یکم بود و خسرو یکم اینو خواهم بهش میرسم خسرو یکم یا همون انو شهروان که انو شیروان ما بهش میگیم درستش همون انو شهروان هست انو شهر که این آ اه... که میاد جلوی نه هست نوشه هم به چم جان هست زندگی هست انوشه کسی یا مرگ هم هست چند تا خانش دارد کسی که نمی میرد روان او همواره زنده است و جاودان هست این واژه ای انو شهروان پیش از این ما نداشتیم با این واژه بلکه واجه های دیگری داشتیم بعد نیست که هم بدونید که در پیش از این واژه های مانند امشاسبند داشتیم یا امرداد داشتیم امشاسبند بیشتر توی زبان ما نشستند اگرچه امرداد هم همون هست و این رو برای کسانی که کارهای بسیار زیبا میکردن کار خوب میکردن بهشون میدادن امشاسبند میشدن امشاسبندی هم کمی در این باره هم من بگم که امشاسبندان دو گونه هستند یه امشاسبندان گروه هایی هستن که ایزدان هستن در آسمانن و کاری به اینکه بر روی زمین بر روی زمین چی میکنن نمیکنن نیست بلکه اونها ایزدن دیگه کارشون و کارشون هم میدونن یک گونه دیگر از امشاسبندان هستند که اینها انسان ها هستند بر روی زمین که اگر کارهای بسیار خوبی انجام بدن یک گام بالاتر میرن پس از مرگشان جاودان میشن نامیرا میشن امرداد یا امشاسبند میشن یه چیز مانند همین رو هم توی مسیحیت داریم که اگر کسی در روزگار زندگی در زندگی خودش انسان ها یک پاپ بزرگی پاپ بزرگ پاپ سرپاپ اگر کارهای بسیار سودمندی انجام بدهد کسی را نیازارد عبار پاک باشد پس از مرگش این بخت را داره که اون امشاس بند بشه که به زبان, به زبان سودی هلگون بش میگن یا هلیک یا هل، هلی, بهش بش میگن کسی که حالی ببخشید حالی کسی که مقدس میشه و به زبان انگلیس حالی میشه و در آسمان میره ما هم داشتیم این کار رو ما هم کسانی که بسیار نیک کار بودند فرزندانشون به پاس کارهای نیکشون به آنها چنین نامهایی میدادن جایگاهی میدادند، یه بخش بر این بود است که آنها میباوریدن به این که این کسان به آسمان میروند و جاودان میشوند یه بخشی دیگرش هم در نگاه من یک سوشال فنکشن داشته و اون همین است که دیگران ببینن که اگر شما کارای نیک بکنید بنکرد که مانند این کس میشوید این کسی که اکنون الگو هست و در آسمان رفته و ورجاوند شده در آینده تو هم نیز چنین میشوی اگر به راستی کارت نیک باشد بسیاری از این کارهایی که در دین انجام میشه اگرچه به نام دین هست کارکردهای اجتماعی دارد یا پیامدهای اجتماعی یکش همین هست اون ده ده سپس در زمان انوشهروان این یه واژه تازه پدید اومد به نام عنور شهروان کسی که روان او نمیمیرد جاودان هست ماندگار هست و این نام را برای نخستین این بار به خسرو یکم می دهند جای اندیشیدنی ده است که چرا این چون این نام رو به این می دیگه به کس دیگه هم نمی دهند این انوشهروان شهروان رو اینم بدونه که ما دو تا خسرو داشتیم در تاریخ ساسانی خسرو دیگه هم داشتیم که روزگار کوتاهی بود اون هم یکی از نواده های ارتخشیر پاپکان بود زمانی که بهرام گور او میخواست شاه بشه داستان دارد که برخی کسان نمیخواستن که بهرام پادشاه بشه می... از پدرش بد, می... بد, میگفتن میگفتن این هم مانند پدرش میشه پس ما بریم یکی از اون شهزادهای دور رو برداریم بیاریم با هم نام نامش خسرو بود و خسرو هم پیر مردی بود زمانی که بهرا اومد و داستانش بلند کوتاه کنم زمانی که بهرا اومد که تاج و تخت رو بگیره بر این شد که به جنگن با او و خسرو اون ور وایسته این بهرام ولی جنگ نشد سپس بر این شد که این دو کس پیشنهاد خود بهرام هم بود است هر کسی که بتواند تاج را از میان دو تا شیر وردارد اون پادشاه هست اینی که تو زبان زدمون هست که تاج را از میان دو شیر برداشتن از آن بهرام هست بهرام گوره جای چه هم هست برخی میگن که هر اگر یه شهریاری تا این اندازه توانا باشه تا این اندازه باورمند باشه که تاج را از میان دو شیر بردارد. به راستی که شایسته است که اون شهریار بشه برای اینکه اون نترسه اون میده جلو و هر رو در اینجا زمانی که به اینجا میرسه که بهرام یا خسرو کدومی که پادشاه بشن خسرو میگه که نه من از پس این کار بر نمید. میگیره دیگه داستان ده. که بهرام بسیار برزیده بود جوان بود دلاور بود شک... گور گوری بود شکارگر بود گفت که من کوتا میام و ولی میگفت که اون با این همه گفت که نه من این کار میکنم میکنم برید ببینید و با اینکه که خسرو لنگ انداخته بود اون گفت ولی اون گفت که نه من کوتا نمیام و ش... تاج را در میان دوتا شیر گذاشتن و اینم رفت هر دو شیر رو زدشون و تاج رو گرفت خب این کاری که بهرام کرد بسیار بهش آبرو داد بسیار بهش با باور برش پدید اومد و شهریاریش هم همواره خوب بود کار از پس کارش خوب برمید میریم از این میگذاریم سراغ اون خسرو به یکم گفتیم که نخستین بار نام انو شهر و انو شهروان رو بین میدن یه خسرو دیگه هم داریم که به نام خسرو به دویوم بهش میگن یا خسرو پرویز که خب در اون زمان ا بهش میگفتم ا کسی که نمیتواند با او برابری کند او با هیچ کسی نمیتواند با برا... کسی نمیتونه با او برابر... برابری کند یا همابردی کند یک خانش دیگه هم چیز مانند همون عمرو شهروان بر این گفتن. او هم جاودان میماند این تنها دو تا خسرو هستند که یک چونین ویژگی رو دارن در تاریخ ساسانی دور نشم از سخن خودم از این بریم به سراغ بحش دیگر این گفتار رو پی میگیریم دوستان در آینده هم بازم پی میگیریم اندرز ان های خسرو یکم بر بنیاد های داد و دهش یادم را در دهش هم براتون بگم اینجا بر می داد و دهش و آبادی سه تا نکته رو داشته باشیم خرد که جلوتر دیگه خرد که پایه هست اون خرد هم میتونه بگذاریم یه <تصفح> يت... تیکر براتون از شاهنامه میخونم و و میدرنگم بیشتر براتون چون این گفت که از کردگار سپر دل, دل, ما پر از آفرین باد و مهر مهر رو که بارها در این بارم سخن گفتم اینجا میبینیم که باز مهر در زبان انوشهروان میاد شاید بپرسید اون مهری که توی پردازش هایی من دارم آیا این هم همون هست؟ بله در نگاه من این همان هست مهر یک واجه است که کانسپتی هست که کاربرده فراوان دارد اون گلشن مهر ایران دوستانی که پی گرفته باشن گفتارایی رو که من دارم و میخواهم این رو بیارم بالا این هم همون هست چون این گفت پس از اینکه تاج گذاری کرد اومد تو یک فراخانی داد همه نشستند و سپس با این سخن آغازید چون این گفت که پردگار سپر دل ما پر از آفرین باد و مهره آفرین بدین کم است که همواره آن چیزهای بسیار خوب باید, باید باشد چیزهایی که آفرینش هستی آنها را میپسندد دل ما پر از این باشه ستایش باشه پر از خوبی ها باشه و مهر مهرم که دیگه بنیاد است به تخت اه، آه من پاید. به تخت مهی به تخت مهی بر هر آن کس که داد کند در دل او باشد از داد شاد میگه هر در دل هر کسی که داد باشد این داد بسیار سخن هست در دلش اگر داد باشه این داد که در دلش هست شادی می آفرینه چه پیوندیست میان داد و شادی اینجا هم درنگیم که چه پیوندیست میان داد و شادی بیگمان زمانی که داد انجام بشود به دیگر سخن داده شود به هران کس که آن حقش هست او شاد می شود از دیگر سوی هر آنچه را که او حقش هست به دو داده نشود او شاد نیست اندوهگین می شود پس این شادی سخت در داد هست و باید که ما داد را بیاوریم تا شادی را به گسترانیم جامعه که در شاد باشد جامعه ای است که در آن داد هست اگر در جامعه داد نباشد شادی از میان می رود اندوه در جامعه می نشیند رنج، افسردگی، شکست در جامعه می نشیند. چیزی که ما اکنون در کشورمان داریم داد نیست، دادگری نیست اهریمنان و رهزنان و دزدانی هستند که در کشور به جان چون زالو، چون خوره و انگل به جان این جامعه افتادند پیداست که داد آنگونه که باید انجام نمی شود یا به دیگر سخن حق به حقدار نمی رسد حق زیر پا نهاده می شود لهیده می شود و آنانی که نباید بگیرند از حق دیگران میگیرند و فربه میشوند پس شاد نیستند که ما تاجداری به سر برده ایم به داد و خرد رای پرورده ایم ببین بازم اینجا فر... انو شهروان داد و خرد رو به میان میاره یادون باشد که این سخنان دریافت نشود که اینها رو فردوسی از کیسی خودش در آورده چون گاهی کسانی که دریافت نه چندان سنجیده و پخته ای داشته باشند به شاهنامه میگن میگن نکنین سخنان از آن فردوسی نیست نه این سخنان همه اینها از فردوسی هست مگر جاهایی که سخن خودشه که من اینجا گفتم یه جای آوردم براتون این سخن فردوسی هست که در پیش از اینم گفتم آها که به در پیوند با نهنگان ایمن ایمان مباش این سخن فردوسی است ولی پردازش تاریخی از آن فردوسی نیست فردوسی آن چه کرده است آنان را به آهنگ و چارچوب و سامانه درآورده است این رو داشته باشیم زیرا که می تواند در یافته آنچنان پخته نباشد همه مردمی باید راستی ببین این باز هم بازم باشیم همه همه کارها باید مردمی باشد و راستی چه نیازی میان مردمی راستی نباید به کارندرون کاستی چرا فردوسی مردمی راستی رو کنار هم میگذاره چی میخواد بگه بله اینا سخنان فردوسی نیست گرامیان اینها برگردان یا باز نوشت سخنانی هست که از گذشته بهش رسیده این اینا رو کی میگه؟ اینا رو خسرو انو شهروان میگه که باید که مردمی باشه مردمی چیه؟ مردمی آن هست که با مردم باشی مانند اونها باشی برای اونها باشی برای اونها بکوشید اگر شهریار هستید به تو مالیات یا به تو هزینه تو را میدهند تو کارت این است که باید به با اونها برسی و در این کارت باید راستی در کار تو باشد نه دروغ نه کجی نه ناراستی اگر چنین نباشد نمی توانی برای جامعت کاری بکنید همه مردمی باید راستی نباید به کار در اون کاستی چو بیداد جوید یکی زیر دست بازم اینجا واژه بیداد این واژه بیداد بی رو ما به کار می میره. داد و بیداد دو طور کنار هم دیگه بیداد آن چیزی آن کار کردی هست که سخت با با داد در میستی زد، و خب میدونید که در کشوری که فرهنگی که شهریاری که ما داریم ایرانیان ما همواره بر داد هست کارمان و بیداد جایی ندارد چو بیداد جوید یکی زیر دست نباشد خردمند و پرست اینجا خسروپرست که ما میگیم یادم باشه که خسروپرست پرست کسی که اون آن سامانه خسروی رو سامانه شهریار رو پاس میدارد اون رو پاس میدارد خسرو فرد که در اینجا نیست یه فرد یه گا تکی که نیست اون پشورده و برآمده یه فرهنگ هست یک مردمی از اون بالا نشسته مانندی میمانند که شما این جامعه رو از پایین بفشوری بفشوری همینطوری از اون میره بالا بالا به با اونجا یه جای میرسه که از اون بالا خسرو سر بر میاره پس خسرو بر سر این سامانه هست اون چیز تکی نیست که بگیم خسرو پرست باشه نه نمیتونه اگر خسرو کارش درست نباشه خسرو بشود زیرا که بیداد کار خسرو نیست چه کسانی که خودش باشه چه کسانی که زیر دستش باشن و چه خودش نمیتونه خردمند باشن و نمیتونن خسرو پرست باشن روزنده تا تاج و پرشید و ماه نمایند ما را سوی داد راه را. این ما را به این خورشید و ما ما را نمایوندن به سوی اینکه که داد را به دست بگیریم به سوی داد راهمون نموند همه اینها رو اگر در زمان در در زمان و زبان خسرو و شهروان ببینیم ببینیم که ما به درستی داریم میفهمیم که چرا خسرو دادگر هست براتون یک کمی از شاهنامه میخونم که چون گفته بودم که براتون شاهنامه بخونم که تنها سخنان من نباشم اگر پادشاه را بود پیش داد اگر پادشاه را بود پیش داد بود بیگمان هر کس از داد شاد چقدر زیبا هست این گرامیان گفتم که هنگامی که داد به دادخواه میرسد داد به دادجو میرسد خوشنود میشود آن هنگام که داد بهش نرسد یا پروسی دام انجام نشود یا کرد داد انجام نشود او غمگین است اون افسرده است اون شکست خورده است بود بیگمان هر کس از داد شاد از امروز کاری به فردا ممان از ان اینا اندرزهای و شهروان هست بزیدن کمی در این باره هم سخن بگم دانستن دوستانی که میدونم بسیار دوستان این سخنان رو پیش از این شنیدن باز هم من میگم در زمان اشکانیان نخستین بار ما میبینیم که سامانه ی اندرز نویسی به دست شهریاران آغاز میشه پیش از این میپرسیم که آیا اندرس بوده است؟ بوده است بیگمان ولی چون سامانه نوشتار در اون روزگار پس از اون آنچنان برجسته نبوده ما کمتر میدونیم ولی برخی از سخنان بر نمونه سخنان کوروش در اون فرمانش رو میبینیم سخنان داریوش رو در اون نوشته بیستون میبینیم یا بگستون میبینیم ولی پس از اون آنچنان برجسته نیست ولی زمانی که ساسانیان بر سر کار میان اینها اندرز و اندرز نویسی را آغازیدن میپرسیم که سخن چه هست شاهان, شاهان پارس که اردخشیر پاپکان پسین شاه پارس هست در اون بازی زمانی که نزدیک 400 خورده سال شاهان پارس بر اون بخش پارس فرمان میروندن این پسین شاه هست خسرو اردشیر یکم و چون اردشیر پادشاهی اشکانیان را از میان برمیدارد این اردشیر پنجم می شود اردشیر یکم اردشیر هابکان در اون شاهان پارس می شود اردشیر پنجم ولی در شاهان نوب س... س... ساسانیان می شود اردشیر یکم این شاه ایرانی این شاه پارس که سپس شاه... شاهنشاه می شود از اونجایی که در سرزمین پارس بوده است در سرزمین پارس نهاد آموزش بسیار بیشتر از دیگر جاهای ایران بوده این هم یه نقطه ای هست که آموزش و زیرا که در اینجا نهادهای دینی بسیار برگست توانمند بودند اشکانیان هم تونی یک دو سده پایانی خودشون به سامانه نوشتن به فرهنگ و آموزش روی آوردن در این میان پارسیان یا شاهان پارس دست بالایی رو داشتن در این کارها که اونها آموزش بیشتر بود برای اینکه یه بخش هم آموزششون از برم بود یه بخششون نوشتاری بود این یه زمانی هم بود در اون آغازه ها که درگیری بود میان کسانی که آقا بریم بنویسیم یا اینکه ننویسیم برخی میگفتن سخنان اشو زرتوش رو نباید روی کاغذ گذاشت آلوده میشه این سخنان باید ما در برم خودمون بسپاریم یه کسان میگفتند که نه این درست نیست زیرا که می شود از یاد برد فراموشید یا اینکه آدمی میتونه دست در ببرد ولی اگر ما بنویسیم دیگر آسیب نمی بیند. باد و باران و طوفان بهش آسیب نمی رسونه به هر روی این اندیشه دویم اون اندیشه رو که همه رو در بر به بسا... سپاریم کنار گذاشت و به نوشتن روی آوردن به این نوشتن هم سخت در پیوند دست با پادشاهی ساسانیان برای همین دانستن این هم بد نیست که اندرزگویی در اینجا پا میگیره و این اندرزگویی چیزی به مانند هنجار نویسیست است یا قانون نویسیست است این قانون نویسی و هنجار نویسی رو که می شود از این نگاه در زمان ساسانیان یا دستور کاری شد شیوی زیست شد که همه زمان ساسانیان این بود و همین اندرزها بسیار, بسیار بسیار بر فرهنگ اسلامی عربی هم نشست و اونها همواره از این اندرزهای ساسانی و نیاری می گرفتن جایی که به درد می خورد و همون نام و خود این شاهان اینها هم شاهان عربی هم می که از این شیوه الگوی ساسانیان یاری بگیرن که در اینجا عباسیان بیشترین بیشترین کسان بودن یک دست نبوده بالا پایین بسیار داشتن ولی این میخواستم بگم این اندرزگویی و اندرز نویسی از زمان از زمان ساسانیان می آغازد و سپس همه زمان ساسانیان پر از اندرز داریم و پس از اون هم هست هیچ کام از میان نمیره نوشته های زمان عربان رو ببینیم بینیم پر از این اندرز است که ریششون بر به اون زمان حالا میخونم تیکی براتون از امروز کاری به فردا ممان ممان همون مگذار هست توی شاهنامه همواره که میگیم ممان بدین چم که معیست اینجا این نیست بلکه ممان همون مگذار هست از امروز کاری به فردا ممان این از امروز کاری به فردا ممان یک سخن زبان زد هست یک سخن دستان زد هست و ما هنوزم به کار میبریم رو کار امروز به برای فردا مگذار از امروز کاری به فردا ممان که داند که فردا چه گردد زمان چقدر زیبا دیگه ما نمیدونیم براسه فردا فردا هست هنوز نیومده پس کار امروز رو انجام بده راستی کسانی که این اندرز رو به کار میگیرند و کار رو در همون زمان انجام میدهند و نمیگذارند تا فردایی بشود این کسان بیگمان انسانهای بسیار کامیابی هستند خوشبختی هستند و توانمند و چقدر زیبا هست که این اندرس های شکوهمند نیاکانمون رو بیش شهریارانمون رو بسیار بیشتر به کار ببریم گلستان که امروز باشد به بار دنبال همون سخن هستا امروز گلستان پر گله امروز رو بچین نگذار برای فردا گلستان که امروز باشد به بار تو فردا چنی گل نیاید بکار اگه میخوای فردا بری گل بچینی دیگر گلی نیست گل امروز است گل همین پنج روز شش باشد وین گلستان من خوش باشد و این دنبال همین هست که گل برگ است دیگه آفتاب میزند بهش میریزد ولی ولی نوشته ها از میان نمیرد بدانگه که یابی تن زور من زی بیماری اندیشه و زبار ز بیماری اندیش و درد و گزن همین زمان که در اوج توانمندی هستیم بینم بی اندیش که میتواند روزی روز بیماری و درد و گزند بیاد این سخن برای چیه این سخن برای این است که انسان همزمان که اکنون خوش است و شاد هست فردا رو هم برای خودش میبینه چرا فردا رو ببین این که میگن امروز کار برای امروز از برای فردا ممان یه سخن هست در کنار این تو رو به آینده هم میکشونه آینده رو هم ببین ما نمیدونیم فردا چه پیش می همین امروز برای فردا نیز بگذار ز بیماری اندیش و درد و گزن پس زندگی یاد کن روز مرگ پس زندگی یاد کن روز مرگ چون این با مرگ چون باد و گه برگ چه داری میگه اینا ببین این همینا زبان زد از سکنون همشون اگر نیک بنگریم مردم ما نیاکان ما همین رو به کار میبرن میگه به هر روی پس این زندگی مرگ میاد اینو بیندیش اینو بدون پس زندگی یاد کن روز مرگ چنان این با مرگ چون باد و برگ و باد که میاد برگ رو میندازه برد رو پرت میکنه زندگی هم همین هست بین بیندیش مرگ رو هیچگاه از زندگی دور مکن سیرا اگر شما مرگ رو با خودت داشته باشی بهتر از زندگی خوش میبریم دم خوش رو امروز برای فردا نمیگذره همین اکنون خوش باش شاد باش برای اینکه فردا نمیتونی چون مرگ میتونه فردا دم در دم در ایستاده باشه و تو را بخواند و با خودش ببرد پس خوشی اکنون رو هیچگاه از دست مده خوش باش ببین اینها سخنانی نیست که تو باد هوا گفته باشه امروز شما میبینید که بسیاری از روانشناسان دانشمندان و فیلسوفان رو همین وامیستن که کسانی که مرگ رو میشناسند با مرگ آشنا هستند، دوست هستند، با بیشتر با دیگه خوش میگذره از دمهای زندگی بیشتر بهره میبرند. امروز خب بشر امروز ناره میگه خب نه اینکه سخن که هزار سال پیش هزار پونس سال پیش گفته شد پس باید در در مقاک انداخت و افکن نه این سخن نادرست است به اساس سخنان نقز است که از نیاکان برای مانده من است و همچنان نقض خواهند بود مبادا که در این در این, در این چاله در افتیم ترانگه که در کار سستی کنی همه رای ناتندرستی کنیم بیگمان اگر شما در کار سستی بکنید همه اندیشتات ناتندرستی هست خوب نیست چو چیره شود بر بر دل مرد رشک یکی دردمندی بود بی یا پی راستی زمانی که رشک بر انسان می نشینه اینم سخن هستا براسی بمانیم بدرنگیم بر این سخن اگر رشک در من بنشیند هیچ پزشکی درمانش نتواند کرد زیرا که از این نگاه بیماری نیست ولی همزمان بیماری هست زمانی که میگن همون حال من خوبه طور من نیست ولی از رشک سخت در رنجیم خب این نه بیماری هست نه بیماری نیست و چون نه هست و نه نیست دشوار است که رو درمانش کرد و درمانش دست خود آدمی هست اگر به اینجا برسد پیش را در آینه بیند و به بی این بیندیشد مرگ رو آینده رو زندگی رو هستی رو اینا رو ببینن ای چه که بر رشک چیره شود دل مرد بیکار و بسیار گوی دل مرد بیکار و بسیار گوی ندارد نزد. کسان آبروی بسیار گوییم در فرهنگ ما نکوهیده هست به ویژه اگر همچنان سخن ناسنجیده بگوییم ناترازیده بگوییم نمیپسندیم همین امروز هم هستا امروز هم هست شما ناسنجیده همینطور از دهانت سخن میریزی بیرون فرا میفکنی بیرون این رو نمیپسندن همه گوییم که سخن را به تراز آن را به سنگ سنجش بنه و آن را به تا چند دست سپس به دیگران بگو چون کالای ارجمند و نقص نه اینکه ناسنجیده ناترازیده سخن از دهان برون فکنی کسی سخنت را بیگمان نخرد بلکه سخنت را نخرد که آبرویت برد ارج و ارزشت را بریزد اگر برخرد چیره گردد هوا اگر برخرد چیره گردد هوا سخن دیگر خرد بره پایین نخواهد به دیوانگی برگوا به کجی تو را راه نزدیکتر سوی راه راستی راه با سوی راستی راه باریکتر میگه تو در کجی به تو نزدیکتر میشه و راه به سمت راستی هم باریکتر باریکتر یعنی تنگتر سختتر دشوارتر و میدونید شما دخ... گرامیان به کاری که او پیش دستی کنی بیاید که کندی و سستی کن اگر جفت گردد زبان با دروغ اگر جفت گردد زبان با دروغ نگیرد ز بخت سپهری فروغ بیگمان اگر آدم همواره دروغ بگه فروخی در سپهر تو پدید نخواهد اون ستاره سپهر بر تو نفروغد اگر تو دروغ بگویی سخن گفتن کشت زبی چارگی است زبی کسی که هیچ چیزی نداره هیچ راه دیگری ندارد هیچ توانی ندارد بدبخت دارمانده مستمندی است به بیچارگان بر بباید گریست چو برخیزه از ها شاه از نخست دشمن بود ایمن و تندرست خردمند زی خوردنی و خوردنی بینیاز فزونی بر این رنج و در دست و آز وگر شاه وگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر خوبی و آسایش است و اگر کجی آورد به دادن درون کبتسش بود خوردن و آب خون باز اینجا بخشایش اومده همون بخشایش دهشه دهش چیه که بازم پریدم از این واژه بار دیگه دهش آن است که یک کسی اگر به کجی میرود می نگرد که اگر جا داشته باش او را ببخشد بر او ببخشد دهش کند حتی به او چیزی بدهند شهریارانی که در جایی که نیاز بوده است بخشیدند و چیزی به کسان دادند آنان دل دیگران را خریدند دل رو, دل رو بودند از دیگران دل دیگران را بردند هنر است گر دل دیگران برو باییم. دل دیگران را ببریم دل رو کاریست بزرگ به راستی اینجا میگه وگر کجی آورد به دادن درون اگر در داد کجی باشه کبت سش کبت, کبت سش بود کردن کبت یه میوهی هست که تو بیابونا در میاد میگن هندانه کبت یا هندانه تلخ یا ابو جهل هم بهش میگن ولی اون بهش میگن کبت میگه خوردن بسیارم تلخه خوردنش تلخه آبی هم که می خون هست هر آن کس که هست اندر این انجمن شنید این برآورد آواز من بدانید و سر تا سر آگه آگاه بید همه سال با بخت همراه بید که ما تاجداری به سر برده ایم به داد و خرد رای پرورده ایم ولی کنز دستور باید شنید بد و نیک بی او نباید پدید دستور چه کسیه دستور اون دانشمند رایزنی هست که باش هست میگه که باید با اون سخن گفت از او شنید و با او همراه شد مبادا که سخن او رو ناشنیده بگیریم بد و نیک بی او نیاید پدید هر کس که آید بدین بارگاه ببایست کاری نیاید به کاری نیابند را نباشم ز دستور می کاری رو میخواست انجام بده راهش ندن نباشم ز دستور هم داستان که بر من بپوشد چون این داستان به من نگه این رو کسی بخواد با من سخن بگه و این رو به من نگه به درگاه بر کارداران من ز لشکر نبرده سواران من چه روزی بدیشان نداریم چه روزی به نداریم تنگ نگه کرد باید به نام و به ننگ همه مردمی باید و راستی نباید به کارندرون کاستی هر آن کس که باشد از ایرانیان ببندد بدین بارگه برمیان بیابد ز ما گنج و گفتار من چو باشد پرستنده با رای و شرم چو بیداد جوید یکی زیردست نباید خردمند و خسرو پرست نباشد خردمند و خسرو پرست سپاس دوستان سپاس از شما استاد هلمند اربابی گرامی و باز هم مثل همیشه بسیار آموختیم من دوست دارم یکی دو جمله بگم بعد این کلیپمون هم حاضر شده که البته بی پیوندم با کلیپی که شما و سایر دوستان زحمتش کشیدید و اون خوراک فرهنگی و تاریخیش رو فراهم کردی حالا دوستان ما هم زحمت کشیدن در کارگروه رسانه و اون رو به تصویر کشیدن نشون بدم دلم میخواست اینه بگم که ما در درازای تاریخ پرفراز و نشیب ایران چهره های اومدن و تأثیر گذار بودن در روند تاریخی و شکلگیری ایران حالا چه از لحاظ منفیش و چه از لحاظ مثبتش. مثل جمهوری اسلامی مثل اسکندر گجستک این چهره زشت و پلید و ایران ستیز و در مقابلش یک چهرههایی داشتیم که عنوان نماد شناخته میشن مانند کولوش بزرگ رزاشاه بزرگ فردوسی بزرگ زرتوشت و همینطور انوشهربان خسرو انوشهربان که هر کدوم نماد یک ویژگی بسیار پسندیده و پیشبرنده برای ایران بودن حالا هر موقع در هر جایی سخن از داد و دادگری میاد خب نمادش نماد ما خسرو انوشهروان هستش که البته برخی از جاها در رابطه با همین اتفاقاتی که در تاریخ میفته حالا شما حتما جلوتر بهش میرسید بهش خردهایی میگیرند اما چقدر جالبه که این داد و دادگری کاملا وصل و متصل و پیوند داره به نیکخواهی همگانی یعنی اگر خیر ملت اگر منافع ملی و منافع کشور رو درور بگیره ولو اگر در ظاهر یه مقدارم خشونت آمیز باشه یا یک چهره ای داشته باشه باز این سخن از داد و دادگری به میون میاره همونجوری که در اندرز های انوش... اه... اردشیر در اندرزنامه اردشیر تنسر یک سخنی داره به اردشیر پاپکان و میگه شاه نباید به گمان اینی که ستمکاری میشه از کاری که به صلاح و خیر همگان هست چشم بوشی بکنه و باید به اون ستم هم سرعت ببخشه البته حال نماد داد و دادگری همیشه در ذهن من البته خسرو انو بوده و دوستان این کلیپ هم با هم ببینیم و بعد بریم سراغ دوستان دیگه اگر پرسشی دارن یا سخنی دارن رو بشنویم مهدا من اون واژه ستم رو شاید بهتر باشه که سختگیری بگیم بهتر است چون سختگیری یه بخشی از گرداندن جامعه هست شما در جای یک پدر یا مادر اگر فرزند شما فرمان فرمان که نبگیم اون هنجارها رو پینگی با شما سختگیری کنید سختگیری بدین چم نیست که شما ستم میکنید سختگیری میکنید براش میگید که این چارچوبایی نست باید شما رو انجام بدید اگر ولش بکنی به حال خودش ول میکنی ستم میکنی به بچه اینجا اگر او بچه رو به ول بچه رو به حال خودش برهانی و ولش بکنی تو به او ستم میکنی چرا برای اینکه او نمیداند که به چاه در افتد یا به کوه رود یا به دره در افتد، برای همین شما در جایگاه پدر در جایگاه شهریار جاهایی رو باید سختگیری بکنید این سختگیری نمیتواند به چم ستم باشد اینو خواستم در رو پر کنم مردا میکنم سپاس از شما به همین دلیل همون اولش هم عنوان کردم عرض کردم که به گمان ستم کاری باش بله سپاس از توضیحی که دادید و کاملا درست هستش دوستان میبینن این من میبینم حالا اگه من, من که میبینم همه میبینن بله 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 داره درود مجید جان درود بر شما خسته نباشین جان سپاس عالی بود من درود میگم به بانو شیرین سپاس از میرتون بانو شیرین از اون پاره نوشته گذاشتی کنار و درود به آرش و درود به رادمان سپاس سپاس از شما جنبوز خواهش میکنم بانو با زنده باشید الان دیده میشه دوستان این بله بله <applause> داد و دادگری در شاهنامه یکی از پرکاربردترین و بنیادیترین ترین واجه ها در شاهنامه فردوسی واژه داد و ساختارهایی برگرفته از این کلید واژه مانند دادگری، دادورزی و بیداد می باشد. این واژگان ریشه بسیار کوهنی در فرهنگ ما ایرانیان دارد خیشکاری هر فرد ایرانی به کار بردن آنها در رفتار و کردار و کنش های فردی و گروهی می باشد اما در شاهنامه بهترین شادی و کامیابی برای ایرانیان زمانی به دست آمده است که شهریار یا پادشاه آنها و همچنین بزرگان و مهتران ایران زمین بر برقراری داد می کشیدند اگر پادشاه را بود پیش داد بود بیگمان هر کس از داد شاد اگر دادگر باشدی شهریار بماند بگیتی و سی پایدار اگرچه از بسیاری از شاهان اساتیری و کیانی در شاهنامه همانند فریدون، جمشید، منوچهر و دیگران به دادگری یاد شده است اما بیگمان نماد پادشاه دادگر در شاهنامه خسرو انوشیروان ساسانی می باشد. ز شاهان که با تخت و افسر بودند به گنج و به لشکر توانگر بودند نبد دادگرتر زنوشین روان که بادا همیشه روانش جوان این پادشاه که در سال نود پیش از هجرت بر تخت پادشاهی ایران زمین می نشیند از بزرگان و زیردستان خود نیز چشم داشته دادورزی را دارد چو خورشید تابنده برگشت زرد ز یک بهره شد لاژورد خروشی برآمد درگاه شاه که ای نامداران ایران سپاه همه پاک زین شهر بیرون شوید به تاریکی اندر به هامون شوید اگر هیچ بانگ زن و مرد پیر و گر و شورش و دار گیر به گوش من آید به تاریک شب که بک شاید از رنج یک مرد لب همان در زمان آنکه فریاد از اوست و از کاه بینند آگند پوست اما دادگری انوشیروان فقط در دامنه جغرافیای ایران نیست و در برخورد با بیگانگان نیز از هر گونه رفتار بیدادگرانه پرهیز می کند تا آنجایی که در نبردهایی که با رومیان دارد به همه لشکریان خود دستور می دهد تا هر جنگی و پیش از غروب آفتاب از شهرهای شکست خورده خارج گردیده و به اردوگاه ایرانیان در خارج از شهر باز گردند تا مبادا در تاریکی شب ستمی بر مردمان عادی شهر روا گردد و در غیر این صورت بیدادگر را به سخت ترین پادفره دوچار می گرده. چو بیداد جوید یکی زیر دست نباشد خردمند خسرو پرست کن یا پهلوان هر که هست همه داد جویید با زیر دست و بدین روی است که آوازه دادگری انوشیروان در تاریخ ماندگار می خب سپاس بسیار از استاد هلمند اربابی و سایر دوستانی که زحمت کشیدن و این کلیپ بسیار زیبا رو تهیه دیدند سپاس به شما مهداد جان خواهش میکنم خدمت شما عرض میکنم آی سعادتی دستشون رو بالا گرفتن بفرمایید خواهش میکنم تشکر مهداد جان هلمند گرامی دوستان عزیز خیلی جالب بود ولی به طور خلاصه بخوایم بگیم در این پیشتمینه ای که راجع به دادوری گفتیم ولی ما دادگری اینا داشتیم برای اولین بار شاید من این وری دادوری یعنی درست به یک طرف میره یعنی البته طرف مقابل که محکومه و این خود دادوری یه چیز جالبی بود در حال حالا ما دادگری و دادخواهی و داد چیزا رو توضیح دادیم در صورت این وری فکر کنم همون طرف حق باشه طرف درست باشه ام جالبه که این یک, بیدار... یک بیداری در مردم شکل گرفته همونطوری که فرمودین جامعه شهری در ساسانیا که مردم دیگه میخوان و میتونن حق خودشون رو بگیرن یعنی اگر گفتن یک چهارم و یک سوم حق نیست یک دهم هم خب مناسبه اینجا به معروف حرفشون شنیده شده بود یعنی اون درخواستشون خب با عوض کردن یا اون انتخاب اون شخصی که در رأس هرم میشینه به قول معروف حالا شاه و این آدم با ارزهی باید باشه چون بالاخره انتخاب مسئولین باید باشه پیگیری اجرا حالا سفارایی فقط این شخص خودش نیست یه سیستمی رو باید نمیدونم اینا چجوری تجربه داشته باشن که ما... یعنی مملکت دارید تجربه ی... داشته باشم ولی در هر صورت این یک باید آدم با ارزهی باشه که بتونه این کار رو انجام بده در مورد اون نفرینی که شما فرمودید که دو تا برادر بله ولی من تعجب کردم که اگر این در حال آخر کار به اینجا میکشه که اگه خود یکم به حال اون خودش انتخاب یعنی گزینه مرگ رو انتخاب کرد ولی برادرش اومد نفرین کرد ولی چرا انصراف ندادن یکیشون بگه خب بالاخره خب من انصراف میدم دو تا برادرن اگر با همدیگه دیگه خوبن و یکیشون بالاخره باید انتخاب بشه من گزینه انصراف نبود یا ندیدم که یکی به نفع کسی دیگه بره کنار و دیگه مجبور نشه نفرین بکنه لطف میکنیم ممنون میشم من در همین راستا بگم که ببینید در یک گزینشی که از هم خود کیکو، کیکوات و هم این که درباریان و بزرگان بر روی خسروی کم داشتن خب اون شد شاه دیگه و سپس کابوس دیگه شاه نبود در اینجا ولی در یک بازی زمانی دیگری با هم بودن اینا کم و بیش با هم دیگه بودن جنگ میشه هبتالیان دوباره به ایران میتازن و اینجا در جای یک فرمانده بزرگ لشکر و شاهزاده بزرگ از نگاه سال بزرگتر از خسرو یکم در اون جنگ هست و اونها را شکست میده میشکند نیروهایی رو که در قزنین بودن و قزنین رو دوباره بر اون امپراتوری ساسانی بر میگرد. در, در اینجا هست من بزم. میکروفون بزم. در, در, این در اینجا هست که زمانی که دوباره بر میگرده و این چون گویا فرمانده لشکر اون هست و پیروزی از آنو هست گفت که حق منه که پادشاه بشم و این زمینه میشه که او شورش میکنه بر میشورد به برادرش بله من گرامی من بخش پسرو و انو شهروان رو میخونم اون اگر پادشاهی کسرا نوشیروان شیروان هشت سال بود اون رو من دارم میخونم و از اون بیت های رزانو خوندم پاری ازش برداشتم در اینجا پاسخ بود دوستمون که از من پرسیده بود بانو مرسده در اینجا بر میشورد به برادرش و در این شورش خب به لشکرکشی میشه و خسرو به بخش کاووس میفته در این, در این نبرد و سپس که میفته او رو میگیرنش میگن که تو میبرنش تیسپون بخش تیسپون میبرن و میگن که دادگاه برگزار میشه که تو در برابر شاه ایستادی سرپیچی کردی و جنگ رو انداختید اکنون دو تا گزینه دارید یا اینکه پوزش بخواهی که تو رو ببخشن یا اینکه دیگه سر بگو خب اون باید در این میان باید کابوس کنار میکشید و میگفت من پوزش میخوام این کار نکردش برخورده بود و هر روی برپای گزارش تاریخ نخواست که نخواست که به پذیر شکست رو و مرگ رو پذیرفت. داریم از این گونه چیزا اگرچه خود خسرو هم اندوهگین شد و نفرین کرد نفرینید تاج تخت را که گفت نفرین باد این تاج تخت که بر این تاج تخت برادرم کشته بشه یه چیز تلخیست بسیار تلخ هم این خودش هلمن جان یک نمونه ای از داد و دادگری است وقتی اون نیکوی همگانی رو نگاه میکنی خب دید برادرش یک مدتی شهریار بود و ایران رو داشت به یک سمت و سوی دیگه سوق میداد و وقتی که حالا انوشیروان میان و شهریار ایران میشن نماد داد و دادگری هستن حال بیشتر به خیر همگانی نگاه میکنن و به کشور نگاه میکنن به اون حالا شهریاری تنها پا... تاج و تختشون نیست نه. شهریاری و ایران زمین نگاه میکنن شما فرمودین که جناب فرمودین که چه توانایی دارن بله اینا خب اگر این توانایی رو نداشتن که خسرو به این همه جاودان نمیشد انو شهروان نمیشد انو شهروان یه واجهی هست که پس از اون بهش میدند به پندار من یا پایانه های سالش پایانه های فرمون روایی بهش میده این بس که کارهای بسیار خوب کرده و یه چیزی مانند حالی مقدس ازش یاد میکنه این با جن شهروان همیشه توی, توی, کلیسا برای پاپ هایی که پرهیزگار بودن کارشون بودن بونها یک نام مقدس قدیس بونها میدن سنت این واژه سنت که میگن اینا مانند همون برابر است با انو شهروان و این چه کاره بسیار خوبی کرد و هیچ کام گم نشد نامش حالا برخی کسان بیمارگونه بد میگن ناسزا میگن و گویا کاری دیگه هم ندارن بیشتر از این هم ندارن برن بگردن یک چیزی بیا و ناسزا بگن خیلی برحال خیلی جالبه که در جنگ پیروز در صلح هم پیروز فقط برای جنگ ساخته نشدن و این مملکت داری هم در هم که مرداد جونم فرمودن که هم خیر همگانی این خیلی مهمه این دادگری هم به اصطلاح حالا قاضی القضات هستن پس اون دادوری اون ور میشه یعنی یه طرف دیگه طرف دادور نه. دادور هم ببین دادور یا دادگر این کوتا شده دادگر هست ور و اونم ورزیدن هست کسی که برزی. داد داد را میورزد ورزد ورزیدن چه هست ورزیدن به چمه کردن هست کردن همواره میگم ورزش کشاورز خردورز اینا رو به کار میبریم یا خردور کشاور میگیم یا کشاورز کسی که همواره می میکارد کارش است و این دادور هم یا دادگر هم کسی که کارش اینه این کار انجام می. و داد را می نشاند بر جاش. آه. سپاس از شما سپاس سپاس دوستان من در کوتاه من بگم مهرداد جان که این گفتاری که براتون برگشودم دوستان بیشتر من از خودم زبان خودم بگم من خب تو شاهنامه روزه شنبه هر شنبه دارم ولی در اینجا یک گونه دیگه میپردازم به شاهنامه و بیگمان از بخش دیگر تاریخ همیاری میگیرم ولی خب بن سخن من رو شاهنامه هست در اینجا یه پرداخت بیشتر تئوریک هست و میکوشم که از پرسپکتیو های گوناگون بنگرم و شاهنامه هم به کار بگیرم و همه هدفمون هم تنها خواندن شاهنامه یا پژوهیدن یا بازپرداختش نیست برای که هدف اینه که ما به ویژه اکنون که یک روزگار گذار رو میگذرونیم از توان فرهنگی منیاری بگیریم که دستمون رو بگیره و این گذار سخت رو توانمندانه و پیروزمندانه به فرجام به،, به فرجام نیک برسونیم بیشتر این ما میکوشیم نه برای زمان پر کردن نه برای اینکه تو کافی شاهنامه نشستن نیست برای من نیستا من تو کافی شاهنامه نمی من در گلستان در جنگ، بوستان شاهنامه کار میکنم میورزم مانند خودش دوست میدارم که این علف های گیاهان بی خود رو برچینیم وجین کنیم گیاهان اون حرز رو بریزیم دور اکنون در اون هنگام هستیم و بس من, من چونین میکوشم و میدونم که تنها نیستم و دوستان فراوانی هم هستن که این کار را پیشه کردن و بیگمان این کارا به بار و بر میلشیند ما با دستان تواناتر با زبان ستبرتر و تواناتر و همدیگه میپیوندیم به این گذار سخت را پیروزمندانه به فرجام میرسونیم سپاس به شما گرام مهداد جان با. و سپاس به دوستانمون در حزب رستاخیز ایران گرایان و تا آین هفته دو هفته دیگر اگه از... من پیش هستم سپاس از شما استاد هلمه دربابی گرامی و تمام دوستانی که همراه که همراه بودن ما رو و همچنین دوستان ما در برلین که این بستر رو فراهم کردن تا بتونم بتونیم از اندیشه پیشبرنده شما مثل همیشه سود بگیریم پاینده سپاس ایران و جاوید شا سپاس به شما گرم بدرود به سپاس بدرود همیدید سپاس سپاس به شما سپاس, سپاس. سپاس, سپاس پاینده ایران جاوید شا پاینده ایران پاینده ایران جاوید شا